این خدمت رو عرض کنم که شما الان در دوره تقریبا میانی هستید، چون بسیاری از مبانی رو در واقع مبانی شروع داستان و چگونگی سر و سامان دادن یک طرح رو تقریبا یاد گرفتین. کسانی که در کارگاه ها بودن تمریناشون رو ارائه کرده بودن، بررسی کردیم. من فکر میکنم الان دیگه تو این قسمت مشکلی ندارن، ولی دوستانی که تازه به ما پیوستن، چه اونهایی که کارشون رو برای من فرستادن و صحبتی با هم داشتیم و چه اونهایی که نفرستادن، اشکالی هم نداره، وقت داریم میتونن بفرستن و در فرصت هایی که داریم با هم طرحشون رو سر و سامون میدن و با ما ادامه میدن کارگاه رو. در مورد این کارگاه، در واقع خارج از کارگاه، یه وقتی رو به شما بدم به طور تک تک که در طول ترم یکی یا دو بار با من تماس تلفنی داشته باشید در تایمای نیم ساعت و به طور خاص روی داستان شما صحبت کنم باهاتون. علتش اینه که در ترم گذشته ما در واقع در مرحله اول بودیم، یعنی همه شما شروعاتون در یک پاراگراف بود یا یک صفحه بود. من میتونستم اون فرم‌های کوتاه رو بررسی کنم در کلاس و خیلی هم کارا باشه، ولی الان چون در گسترش داستان هستیم، در گسترش داستان بدون تردید شما بیشتر خواهید نوشت و بحث‌های خیلی خیلی بیشتری هست که باید راجع بهش صحبت بشه. این در واقع به کنترل بیشتری نیاز داره کارتون. به این دلیل من تصمیم دارم که وقت اضافه‌ای رو هم خارج از این کارگاه در اختیارتون بذارم. خب ما این مهارت رو به شما یاد میدیم که داستانتون رو چجوری روایت کنید، به شکلی که خواننده بتونه اون داستان رو دنبال کنه، بهش علاقه‌مند بشه، ازش لذت ببره و تحت تأثیر قرار بگیره. اینها مهمه. چرا من میخوام داستانمو بنویسم؟ میخوام برای مخاطبانی بنویسم. اینجا من مهارت این رو میخوام یاد بگیرم که ببینم داستانم چجوری روایت کنم، به چه شکلی که بتونه بهترین وجه باشه. و از همینجاست که داستان نویسی شما در واقع از یک امر صرفا تفننی و شخصی فاصله میگیره و به قول خیلیا غایتمند میشه. اینها نکات کلیدیه در کار ما و اینکه در اینجا شما مجبور هستید به تصمیم گیری در انتخاب یک سری گزینه برای اینکه بتونید روایت خودتون رو بهترین شکل ممکن سامان بدید. ممکن از خودتون سوال کنی که بهترین گزینه و روش من برای روایت داستانم چیست؟ زمانی که داستانتون رو میخواید شروع کنید، یک چند دقیقه بشین فقط فکر کنید روی این پرسش ها. بگید که راستی بهترین گزینه و روش من برای روایت داستانم چیه؟ بهش فکر کنید. بعد خود راه بگویدت که چون باید رفت. بعد از این پرسش شما به این نتیجه میرسید که من اون راه رو باید پیدا کنم. پس پیدا خواهم کرد. این خیلی مهمه. دومین پرسشی که از خودتون میکنید قبل از اینکه نوشتن رو شروع کنید یا ادامه بدید، در همیشه همیشه هر زمان بگید که من برای داستانم اول چه چیزی رو باید نشون بدم. خب و تأمل کنید ببینید که ذهن شما چی جواب میده. زمانی که مداد رو میذارید روی کاغذ یا دارید تایپ میکنید، اون به شما خواهد گفت که اول چی قراره بیاد. اون چیزی که مهمتره میاد، مطمئن باشید. نکته بعدی اینه که این پرسشه، اینا پرسشه خیلی اساسیه. چه مقدار از اطلاعات پیشینه‌ام را باید در اینجا بیاورم؟ همه‌شو باید بیارم؟ مقداریشو باید بیارم؟ یا دست به گزینش بزنم از بین اینها؟ مهم‌تریناشو که در ارتباط با داستان من هست بیارم. سوال بعدیمون هست چگونه این اطلاعات رو باید بیارم؟ چگونه همین جایی که ما رو داره به نقطه میانه پیوند میده؟ یعنی چه صحنه‌هایی رو باید اول بیارم؟ چه صحنه‌هایی رو بعداً باید بیارم؟ یعنی اون نخ ساختاری، اون نظام ساختاری، داستان من چه نظامی خواهد گرفت؟ من خداوندگار داستانم هستم. میتونم هر زمان که خواستم اراده کنم در بازنویسی هام جای این صحنه رو عوض کنم. خیلی چیزا رو عوض کنم تا اون نخ ارتباطی مسیری رو که من دنبالشم بتونم پیدا کنم. هر آن برگردیم به این پرسش‌ها جواب بدیم و بریم راهمون رو بریم، قدم به قدم بریم جلو، به مرور، با آهستگی.